ای عشق، همه بهانه از توست. عشاق هر شهری مظهری دارند. هیچ دقت کرده اید که مظهر عشق در تهران چندیست گم شده است؟ شاید در هیاهوی دود و در موج حادثات غرق شده، و شاید سرنوشت تمام آوارگان جهان او را نیز در خود گرفته و در گوشه دور ناشناس و بینشان رخت از خاک بربسته است. آن زن سرخ پوش را میگویم که سالها بود در همه فصول حدود میدان فردوسی میدیدیمش، که می آمد و می رفت و چون همه عاشقان سرباخته و تنرها کرده مضحکه کودکان و بی سر و پایان بود. یاقوت نامش بود، نشانی نداشت، اما در حوالی میدان فردوسی می پلکید. زندگیش در بقچه جا می گرفت، آن هم سرخ که بر دوش می کشید. لاک پشتی گرفتار آمده در آبگیری را می مانست. می گفتند دل به مهر جوانی بسته، بر سر قرار آمده، با لباسی سرخ که نشانی او با معشوق بوده است. اما او نیامده و این عاشق سرگردان سال هاست همونجا مانده است. هر دم خود را می آراید، گویی الان از راه می رسد. این افسانه است و این طبیعت بشر که ناشناخته ها را در حاله افسانه می نهد. راستی مگر همه افسانه ها این چنین ساخته نشدند؟ تا کنون کسی از خود پرسیده رومئو و جولیت، لیلی و مجنون، وامق و عذرا بودند یا نه؟ چه بسا افسانه ها زیبایند چون واقعیت ندارند. واقعیت هرگز به زیبایی افسانه نبوده است. میدان فردوسی هستم، نیازگاه همیشه زانوی سرخ‌پوش، زانویی که همیشه شما اونو میبینید سراپا سرخ با گلی در دست در روبروی من نشسته. شما خودتون معرفی میکنید؟ یاقوت. چند سالتونه؟ 14. چرا همیشه لباس سرخ به تنتون هست؟ انسان لباسو بهتر رنگشو بیشتر دوست داریم؟ بله. چرا همیشه توی میدون فردوسی هستیم؟ همیشه کسی که باشیم کجا بری کسی که باشیم نمیدونیم. چرا توی میدون دیگه منتظر نمیشیم؟ اینجا محله و اینجا چرا زندگی مثل اینجا نمیدونیم. میگم شما منتظر کسی هستیم؟ دروغه. نه، او دروغ می گفت. این زن عاشق بود. همون زمان گفتم انکارت ای زن، درزش صدایت می گوید عاشقی و از تبار همه مجنونان زمان. اون مسیح فامیل داریم؟ بله.
نه چرا به اونا زندگی نمی کنی؟ اونا از زمان سنها زندگی چرا؟ چرا نمی کنی؟ چرا نمی کنی؟ خودشون دوست داشتیم؟ نه یا بکنم ایدم که شما عاشق هستی؟ نه بابا نه عاشقی عاشق الان دیگه این حتی ای ببارم در جوانی؟ در جوانی خود عاشق بوده هم که در جوانی عاشق در جیلیم عاشقه ایدم که شما عاشق شدین و قرار ملاقاتی به معشوقتون داشتین در میدون فردوسی نه بایده من یک سره دوست داری حالی زندگی میکنه اونجا هستم آه. از روز اول شما منتظر کسی نبودیم؟ نه نه حتی بودیم سال پیش وقتی برنامه درباره عشق می ساختم گفتم روزی تهرانی ها به یاد او می افتند که مدتی است نیست و او که چونان ابر آمده بود آرام چونان ابر می رود. او آن کلید گم شده عشق شده بود و عشاق آنچنان که در روم چند سکی در چشمه می افکنند در لندن شبهای کریسمس را در میدان ترافالگار می‌گذرانند، در فرانسه و در بوردو در خمهای بزرگ شراب پا می‌کوبند، در آفریقا رقصی تا صبح بر پای درخت مقدس می‌کنند و در همین تهران خودمان به توپ مرواری دخیل می‌بستند و به چنارهای پیر امامزاده‌ها در اینجا چند تومانی در کف او نظر عاشقان بود. اما اینک نیست. شهری چون تهران که در هر خانهش دیوان حافظی بر رف است بی عشق که نمی زید. پس او کجاست؟ اگر چیزی از او می دانید ما را هم خبر کنید، هم دیگر را خبر کنید، مبادا در این هیاهو شهر بی عشق بماند.